بسم الله الرحمن الرحیم. به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن این کار ما نرسد. هزار نقد به بازار کاینات آرم، یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همطور که استحضار دارید در محضر استاد داریم همین غزلی که مطلعش را حقیر آغاز کرد بحث میکنیم، که بخش از این ابیات در جلسه پیش محضرتون ارائه شد، دنبالش هم از این جلسه پی میگیریم در محضر استاد. خب استاد راجب حسن و خلق و مستاق اون دریار و حقیقت محمدیه و حسن خلق نبوی و اینها صحبت شد، رسیدیم به هزار نقد به بازار کائنات آرند، یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد. دریغ قافله اون کنچنان رفتند که گردشون به هوای دیار ما نرسد. بسم الله الرحمن الرحیم. بله حافظ همچنان این پله پله میایی پله پله بله در وصف حضرت ختم مرتبت ایداد کرده، به خصوص همین بیت که حالا قرائت هزار نقد به بازار کائنات آرند، یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد. نقد پوله، اما در سابق طلا بوده. حالا وقتی میگیم پول نقد، نقد یعنی سکه رایج، پول رایج رو میگن نقد. حالا پول اسکناس سکه است، در سابق بیشتر طلا بوده. طلا سکه رایج بوده. هزار نقد یعنی سکه های رایج هست تو بازار. تو بازار که بری همه نوع سکه رایج هست، خرید و فروش میشه. اما کدوم بازار؟ بازار کائنات. وقتی تو بازار یه جنسی بخری، لباسی بخری، چیزی بخری، همین سکه رایجه. اینجا حافظ کائنات رو بازار دانسته. همطور که در بازار یه سکه میدی، یه نقد، پول نقد، سکه نقد میدی، یه چی جنسی میخری، کل کائنات یه بازاره. کل این کائنات یه بازاره. باید چیزی داشته باشی که چیزی به دست بیاری. آره. بی خودی نمیتونی چیزی به دست بیاری. یعنی باید از خودت مایه بگذاری. حالا در این بازار کائنات سکه های بسیار هست. نقد همون سکه نه هست. حکیم هست، فیلسوف هست، عالم هست، مورخ هست، حتی پیغمبران هستن هم هستن. اما یه دونه سکه هست که هیچ سکه‌ای به اون نمیرسه. ببینید سکه ها سابق طلا بوده، اما طلا عیارش فرق میکرده. حالا اونا که طلا فروشن میدونن عیار، تفاوت عیارها چقدره. عیار پایین، عیار متوسط، عیار بالا و عیاری که دیگه فوق و عیار نباشه. عیار یعنی میزان، به عبارت دیگر اینجور ترجمه میکنیم، عیار یعنی میزان خالص بودن طلا. طلا همیشه خالص نیست، قاطی داره. 10 عیار، 12 عیار، 18 عیاری نمیدونم، حالا این اصطلاحات رو من طلا فروشه بهتر میدونم. خالص نیست. این در بازار کائنات همه چی که شما میبینی اینا خالص نیست. یعنی عالم عالمه، اما علمش همچی خالص نیست، یه چیزی قاطی داره. فیلسوفه ولی خالص نیست. پیغمبره ولی کامل اکمل نیست. کامل هست، اکمل نیست. توجه کن، انبیا هم تفاوت درجه دارن دیگه، تفاوت درجه دارن. اصلا چیز خالص در این عالم، در یک کلمه من به شما بگم آقای داری جانی، در این عالم چیز خالص نیست. خالص در این عالم نیست، چون همه این موجودات مرکبن. حالا شما بگی که همه موجودات مرکبن، یه بساطی هم داریم، عناصر اولیه که مرکب نیستن. بله. امروز الان در فیزیک شما بریم میرسن به عناصر اولیه. عناصر اولیه هم حالا ثابت شد که اونا مرکبن دوباره از چیزای دیگه، از عناصر ریزتر. هنوز به اون عنصری که از هیچی ترکیب نشده باشه نرسیدیم. ممکنه شما نتونی به عناصر بسیط تر برسی،
ولی اگر یه قدر بیشتر بری ممکنه باز با عناصر دیگه قابل تقسیم باشه. یه چیزی که خالص خالص باشه که هیچ چی قاطی، حداقل هر عنصری پیدا کنید در یه فضایی است، در یه مکانی است، یه مکان و زمان قاطیش هست دیگه، خارج از زمان و مکان که نیست که، همون قاطیه. خالصه خالصه خالص چیه که هیچ چی قاطی نداشته باشه؟ به من بگو در هستی. نه نداری؟ نداری اصلا خود هستی. حتی مجردات خالص خالص نیستن. یعنی چرا؟ چون حد دارن. حد موجود مجرد نامحدوده یا محدوده؟ محدوده. محدوده. حتی عقل اول. بله. حتی فرشتگان محدودن. محدودیت یعنی اون حد قاطیش میشه. خالص خالص. خالص یعنی هیچ حدم نداشته باشه. قاطی پاتی نداشته باشه. ترکیب توش نباشه. اتفاقا حکما میگن که ترکیب وجود و ماهیت شر و تراکیبه. یعنی بدترین نوع ترکیبه. این مرکبات این عالم از عناصر و اجزا ترکیب شدن. جماد، نبات، حیوان، همه مرکباتن، عناصر دارن دیگه. خود انسان، خود نبات، خود آب از اجزا ترکیب شده. اکسیژن، هیدروژن، هر چیزی، آتش، عناصر داره. مجردات عناصر مادی ندارن اما وجود و ماهیت دارن. هر موجود مجرد ماهیت داره یا نداره؟ ماهیت یعنی حدش. پس از وجودش و حدش ترکیب شده. یه وجودی داره، یه حدی، اون حد جزء وجودشه، یعنی ترکیب. اینو میگن که وجود ترکیب ماهیت و وجود. ترکیب وجود و ماهیت حکمای ما میگن شر و تراکیبه. این بدترین ترکیبه. اینو همه ترکیبا از اونجا سرچشمه میگیره. از این جهت حد علمی یا عین ثابتشون هم عین ثابتشون هم تا حد داره. میگن که این تمام مرکبات دیگه از این ناشی میشه. اگر چنون چه حد نداشت ترکیبات دیگه درش نمی اومد. چون حد دارد ترکیبات دیگه درش میاد. این از این جهت میگن شر و تراکیبه. پس چی حد نداره اصلا؟ چی ترکیب نداره اصلا؟ چی خالص خالصه؟ خالص خالص چیه؟ حضرت حق، خود حق تبارک و تعالی. حد نداره، جز نداره، عنصر نداره، ترکیب نداره. حتی حد ندارد که ترکیب داشته باشد. مرکب نیست. بسیطه بسیطه بسیطه. خالصه خالصه خالصه. حق تبارک و تعالی خالص محض. خود این که حق بسیطه تعریفش نمیشه؟ نه، بسیطه حد، بسیطه یعنی بی‌حد. میگیم حق بسیطه. بسیطه یعنی بی‌حد. شاید تعریف سلبی است. تعریف سلبی است. یعنی حد تعریف هست. آه، تعریف هست اما بی‌حد. دیگه چاره نیست. نه، چاره هم هست. یعنی نفی حد. تعریف سلبی است. لا حد ولا. لا حد ولا. تعریف سلبی نداره. میتونیم بگیم نداره اینا رو. تعریف ایجابی اگر بکنی ناچار یه حدی باید بزنی، اما تعریف سلبی میگه نداره، حد نداره. حد نداره یه تعریف بله، ولی تعریف سلبیه، هیچ حد نداره. پس خالص خالص اگر خواستی در هستی پیدا کنی حق تبارک و تعالی. حالا بازار کائنات ماهیات داره، همه میان. خالص خالص هم نیست در کائنات، یه اصلا خالص نیست. همه چیز حداقل یه حد داره. حالا اگه حد نداره عناصر دیگه داره. حافظ در اینجا داره چی میگه؟ حکیمه. میگه هزار نقد به بازار کائنات داره. اینجا طلا رو میگه نقد. اما این طلاها تمام عیار نیستن. تمام عیار نیستن. یعنی قاطی دارن. فقط یه دونه است که این تمام عیاره. تمام عیاری یعنی که از این بالاتر نمیشه. یعنی که عیاری از این بالاتر نمیشه. طلایی از این طلاتر نمیشه. نمیشه و نداریم. یکی به سکه صاحب عیار ما. سکه و صاحب چقدر زیبا. سینه سکه با ساده صاحب. سکه صاحب. یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد. یعنی تمام عیار طلا بودن رو درش هست. ذهب است، فزه نیست، مس نیست، روی نیست، نقره نیست، ذهب است. ذهب یعنی طلا. یکی به سکه صاحب عیار ما. وقت این طلا اجازه بدین در روایات هم داریم. در روایات داریم که ببین حضرت ختم مرتبت اون مقام باطنش که مقام ولوی میگن، اون مقام طلاست. بله، میگه که حتی جنبه نبوت رو میگن ذهب، جنبه باطن رو میگن ذهب، میگن جنبه باطن رو میگن ذهب، جنبه فزه میگن. بله، این انجا من از این مناسبت استفاده کنم که الاوتاد که معادن الفزه، که معادن الذهب و الفزه. الناس معادنون که معادن الذهب و الفزه.
خب همه معدن ها اصلا مثل طلا و نقره، ولی اکثر مردم نقرن، مسن، روین یا طلا مثلا قاطی دارن، ولی طلای خالص فقط اولیای کامل هستند و حضرت ختم مرتبت. و این از اینجا من میخوام این حدیث رو امروز به مناسبت یادم اومد که معنی کنم، مناسبت پیش میاد دیگه. ما یه حدیثی داریم به نام سلسله الذهب، شما لابد اون حدیث حتما امام رضا علیه السلام، امام رضا علیه سلام الله علیه السلام وقتی به توس میره و از نیشابور عبور کرد که سر از کجاوه در آورد و همه مردم آمدند و خواستن یک کلامی از لب حضرت بشنوند و حضرت این کلام رو فرمود: کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل فی حسنی، امین امین الله. نوشته است در حدیث که مردم با قلمدان‌های طلا این کلام رو از لب مبارک حضرت سامن الحجت شنیدند و نوشتند. بعضی فکر کنند که این حدیث از این جهت سلسله الذهب است که با قلم های طلا نوشته شده. این کاملا اشتباهه. احسن. اولا همه قلم ها طلا نبود، بعدم حالا قلمدانی طلا همش خیلی مهم نیست. قلم برای نوشتن چه طلا باشه، چه هرچی باشه، چه چوب باشه. سلسله الذهب از این جهت است که حضرت فرمود: سمعت عن ابی و عن ابی، همطور تا برسه عن امیر المؤمنین و عن رسول الله. این سلسله یعنی روات احادیث همه امام بودن، امام ذهبه، عیارشون خالص، عیارشون خالصه. سلسله الذهب یعنی در سلسله این حدیث که میرسه به حضرت ختمی مرتبت، همینطور تا ان الله، تا از خداوند، در این روات این سلسله همش طلای خالصن، یعنی خالصن، تمام عیارن. سلسله الذهب اینه، نه اینکه با قلمدانهای طلا نوشتن. این حرف بی ربطیه گفتن. حالا با قلمدان طلا بنویسن با چوب بنویسن چه فرقی میکرد؟ سلسله حدیث سلسله ذهبه، یعنی همه ائمه هستن تا برسه به خداوند. بنابراین حافظ در اینجا وقتی میگه یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد، سکه صاحب عیار که تمام عیاره حضرت ختم مرتبت، یعنی خالصن، اسمت هم از همین جا، یعنی باطی نداره. بله، من دیدم خیلی از مفسرین اینو به معنی همون اسمت، مقام اسمت پیامبر گرفتن. آخه اسمت هم مراتب داره. خب انبیاء دیگه هم معصوم بودن. بله. اما باز اسمت حضرت ختم مرتبت خیلی خالصه. بله. گر من آلوده دامنم چه عجب، همه عالم گواه اسمت. اسمت بود. بله. اسمت اینجا به معنی هم پاک بودنی. یعنی پاک، 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 خالص، خالص. بله. حالا حضرت یوسف هم به عنوان پیغمبری، ما چون به حسب عقاید شیعی همه انبیاء رو معصوم میدونن علمای ما. ولی ولقد همت بهی و همه به ها هست در قرآن، همه به ها، ولی این همه به ها رو در حضرت پر پر خط مرتبت نداریم. بله، خالص خالص. هزار نقد به بازار کائنات هم، یعنی تا قیام قیامت هم اگر بیاید بازار کائنات، یعنی کل هستی، کل هستی کائنات، یعنی کل هستی، دیروز امروز و فردا هم نداریم. نخه خالص تر از این دیگه نداریم. احسنت. دریق قافله عمر کن چنان رفتن که گردشون به هوای دیار ما نرسد. عجب. حافظ اینجا با این که دیار و دیار خیلی معنی داره. بله بله. اینجا حافظ یک مرتبه از این فضا میره توی فضای دیگه. حافظ در هر بیت یه فضایی رو باز میکنه، یه افقی رو میگشاید. همه زیبایی های غزلش هم همین. غزلش هم همین. البته اینا بی ارتباط هم با هم نیستند، ولی یه افق جدیدی میگشاید که ضمناً بی اعتباری کائنات هم داره میگه. از اون طرف خالص کائنات رو بیان کرد و حالا میاد رو کائنات. قوا قافله عمر، عمر گذره، قافله، خصلت قافله چیه؟ قافله چی میگن؟ قافله یعنی گذر، سفر. قافله در عبور، اصلا قفله یعنی عبور، یعنی حرکت، یعنی مسافرت. قافله یعنی داره عبور میکنه و عمر یه قافله است، با خودش همه چیزم همراه. عمر، عمر یعنی همه وجود آدم. مولوی هم میگه از عدم ها سوی هستی ها روان، هست یارب کاروان در کاروان، هم در کاروان، کاروان در کاروان، عبوره، اصلا عالم عبوره و ما هم که جزی عالمیم در عبوریم. عمر ما هم بخشی از این زمانه دیگه، عمر ما که خارج از زمان نی، اصلا زمان در عبوره. دنیا دار المفر، این عالم از ازل تا ابد همینطور داره عبور میکنه، اصلا یک لحظه ساکن نیست. حالا عمر ما هم بخشی از این عالمه و همه عمرها، هر موجودی عمری داره. این کاروان در کاروان از ازل تا ابد در عبور همیشگی است. حافظ یک مرتبه
اونجا از کائنات صحبت کرد که نقدی درش هست که تمام عیاره. حالا میگه این کاروان عالم هستی همه کائنات در عبور هم و اون چنون عبوری چه عبوری. اون بیت مثل گردشون که گردشون که گردشون به هوای دیار ما نرسه. الله اکبر. میگه اون چنون رفتند که گردی ازشون باقی نمونده. یعنی اصلا کائنات اون چنون معدوم میشن، اون چنون میرون که گردشون هم باقی نمونه. اون وقتی قافله میره، خود قافله میره، ولی چه بسا ساعتها بعدش گرد و غبار و قافله باقیه. کسی تازه از راه برسه میره اینجا گرد و غباره، میفهمه یه قافله عبور کرده. از این گرد و غبار میفهمه که یه قافله عبور کرده، یا خود قافله میبینه یا بعد ساعتها بعدش گرد و غبارشو میبینه. میگه این قافله کائنات و این زمان گذرده، اون چنون گذر کرده که حتی دیگه گردش هم باقی نمونده، گردش هم به دیار ما نرسه. حالا دیار ما کجاست؟ اون دیار که این گردش بهش نمیرسه، اون دیار خلوص نبوته و تبعیت از حضرت خد مردن. اون دیار، اون دیاری که ما درش هستیم دیگه، ما این گرد اینا رو هم، یعنی اصلا اونچنون رفیعه که گرد اینا رو هم اینا رفت، اصلا کائنات معدوم میشه. کائنات بنا نیست که بمونه، که قافله که موندنی نیست، عبور همیشگی و رفتن در نیستیست. اما ما یه دیاری داریم که گرد اونو به دیار ما نمیرسه. این فضا هم خیامیه، هم یه معنی عجیبی رو داره میگه و مقام انسان رو داره میگه که انسان جرچه و انسان میتونه در دیاری باشه که گرد این قافله هم بهش نرسه. حالا اونجا کجاست؟ اونجا کجاست؟ سبحان الله، حافظ چه فضاهایی رو ترسیم میکنه با اندیشهش. قدرت اندیشه رو ببین که از اینها گردی به دیار ما نرسه. بسیار. اون یار و دیار آثاری که از یار میماند دیار را تشکیل میده. همینطوره. خب بعضی سوال میکنن که مثلا پیامبر ما چرا مثلا 23 سال دوران نبوتش بوده اما حضرت نوح 950 سال. خب او که 950 سال پیامبری کرد، نتیجه از این شد بالاخره کل امتش توی کشتی نشستند و خلاصه داستانش که همه میدونن. بعضی از امتش، کلشون که نه، همه که غرق شدن. یه چند نفر داشت، یه مجموعه مسئول از ازواج، بله، جفت ها رو برد، هم یه کشتی. اما پیامبر ما 23 سال بود، آثارش رو ببینید، آثار تعالیم او همچنان باقی است و تا قیامت. گسترش کمی و کیفی. کمی و کیفی. پس ملاک مدت عمر عنصری نیست. معلومه که نیست، معلومه که نیست. زمان چه؟ همین 23 سال که حالا اون که سرش 23 ساله، خوب یه امر باطنیه که چرا 23 سال. اونو که ما نمیدونیم چرا. اما ببین، اولا در یک چیزی هست که حضرت 900 سال. حضرت نوح 900 سال در قومش بود. آخه 900 سال هم کم نیست. 900 سال رو به 23 سال مقایسه کن. ها؟ بله. اون وقت آمادگی نداشتن مردم. مردم آمادگی نشدن. البته خب دعوت حضرت نوح هم دعوت الهی بود. بله. اما خب حالا اینم خیلی حرف عجیبیه که خب نفرین کرد و عذاب آمد و عذاب هم یه طوفانی بود. بله. الارض من الکافرین. نه دیارا. اوه عجب حرفی، عجب. دیار و دیار. آره دیار و دیار. اصلا هیچ کی باقی نمونه. ازواج چند تا زوج که در اون کشتی بودن باقی موندند و حتی پسرش که ناخلف بود سامر. گفت سعاوی الا جبلن یعصمونی. گفت که من حالا آب بیاد، من میرم سر کوه میشینم آب. آب من سر کوه هم گرفت. اونم رفت. خب به قول شما مقایسه کن، بس مسئله کمی نیست. 900 سال 23 سال. حالا چی از حضرت نوح باقی مونده؟ شما از شریعت حضرت نوح چی میدونی آقای لاریجانی؟ شما که مطالعات نبوی داری. البته خب محصول آثار همه انبیا در تجلی کرده. بله مثلا. ولی الان از تعلیمات حضرت نوح چی میدونی؟ الان تعلیماتش همون کشتی و بلخ. اون کشتی که تعلیمات نیست. کشتی. کشتی که رفت برای اینکه خودش نه. سفینه نوح. سفینه. سفینه نوح که مسئله امتی که سفینه نوح. بله اون مسئله اهل بیتی که مسئله سفینه. من و من. مسئله بله. رکبه ها و یغرق و من ترکه ها. بله حالا اون کشتی کجا و کشتی اهل بیت کجا؟ اون کجا بله. اون کجا و اون کجا بله. منظورم این است که مسئله کمی نیست. این که ما داریم میگیم یکی به ساک به سکه صاحب عیار نرسه همینه. که حضرت به قول شما همین 23 سال مدت درازی نیست. 23 سال اما کم و کیف تعلیمات او رو ببین، هم از داره کمیت گسترش فضای اسلامی و هم از داره کیفیت و کسانی که در طول این 14 قرن تربیت شدن. ببین
برای عظمت اسلام که خیلی، البته عظمت اسلام رسیدن خیلی سخته، ولی شما، من یه راه میخوام بگم. ببین شما در این 14 قرن اشخاصی که در فضای اسلامی تربیت شدن، بزرگان اسلام رو، چند تاشون آدم، چند تاشون رو مطالعه کنه احوالش، عرفای بزرگی که در این فضا تربیت شد، عرفای جهان اسلام، ببین از سلمان گرفته تا ابوذر، تا برسیم به بایزید بسطامی، تا برسیم حالا به ابن عربی و محی الدین و اینا، عرض کنم که ذوالنون مصری و جنید بغدادی، حکما، ابن سینا و تمام صدرا، محدثین، مفسران، اینا رو شما نگاه کن، عظمت هر آدمی رو. شما فکر نکن حالا ابن سینا کم کسیه، ابن سینا کم نیست، این محصول فضای اسلامه. یا مثلا بایزید بسطامی کمه، یا جنید بغدادی کمه، یا ذوالنون مصری، اینا در این فضا تربیت شدن. این راه ماست برای که ما آسون بتونیم بفهمیم عظمت اسلام. وقت تعلیمات قرآن کریم، این کیفیت شما، حالا کمیتش هم که هست، خب به قول شما 23 سال مدت زمانی نیست، ولی نور، اشعه نور تابید همه جور گرفت و انشالله در آینده هم همچنان درخشان. یا ایها النبی انا ارسلناک مبشرا و نذیرا داعیا الی الله، یعنی سراجا و منیرا، یعنی باید این تا قیام قیامت. وقت سراج رو منیر میدونه، ببینید یعنی سراج است، سراج یعنی چراغ، یعنی چراغی که خاموش نمیشه. سراج منیر یعنی چی؟ یعنی چراغی که خاموش نمیشه. کلمه منیر داره سراج رو معنی میکنه، چراغ هست اما کسی نمیتونه فوتش کنه، این چراغ خاموش نمیشه، سراج منیره، یعنی چراغی است که هرگز خاموش نمیشه. شاهد و مبشر و نذیر و اینا همه سراج و منیر، این مهمه، چراغ خاموش ناشدنی قیامت میدن. خب استاد اجازه بفرمایید میام برنامه ببینیم. دلم آشفته آن مایه ناز است هنوز،
مایه ناز است هنوز، دلم آشفته آن، مایه ناز است هنوز، دلم آشفته آن، مایه ناز است هنوز، مرغ مرغ پر سوخته در پنجه باز است هنوز، عزیز منم آن دل آخ بسیار خوب استاد. این پله پله این جناب حافظ داره اون لایه های وجودی حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم و عظمت او رو بیان میکنه. بعد دلا ز رنج حسودان مرنج و واثق باش که بد به خاطر امیدوار ما نرسد. به به این ناامیدی دیگه حرامه داره. بله ببین حافظ همطور که عرض کردم در هر بیتی یک افق جدیدی میگشاید. اینجا از این عظمتی که صحبت کرد، از این یار وفادار و از اون خول و از این سکه تمام عیار و طلای خالص، ذهب خالص، سراج منیر، این همه حسن و زیبایی که بیان کرد، جای این توهم هست که کسی حسادت کنه. توجه کنه حسادت کجاست؟ جایی که دیگه زیبایی به اوج برسه، بی خودی که حسادت نمیاد. تا اینجا از زیبایی صحبت کرد، از عظمت صحبت کرد، از کمال صحبت کرد، از سکه تمام عیار سخن. اینکه جا توهم این هست که یکی حسادت کن و کسانی هستن که حسود باشه، کوردلان که نور رو نمیتونن ببینن حسادت میکنن. میگه باشه حسادت کنن، دل خوش دار، نگران حسادت اونا نباشه. برای اینکه وقتی شما این عظمت رو شناختی امید پیدا میکنی و حسادت حاسدان هر اندازه نیرومند باشه و هر نیرنگی که به کار ببرند و هر طریقی که وارد بشن به امیدواری ما نمیتونه لطمه وارد کنه. اون عظمت رو درک کردیم، به اون عظمت رسیدیم، بیان کردیم و امیدواریم. حالا با این امید ضمناً خود نقش امیدم بیان کنی که امید چقدر مهمه و با این بیانات که ما کردیم جای امیدواری هست. ببین از رحمت صحبت کرد، از رحمت، همینطور که در جلسه قبل صحبت کردیم، همه اینا مظاهر رحمته و حضرت ختم مرتبت رحمتون للعالمینه، رحمتون للعالمین، نه فقط للمسلمین، رحمتون للعالمین، از ملک ملکوت از ازل تا ابد. لا تقنطوا من رحمت الله. و اون رحمت الله که غیر متناهی است، که جای یأس نیست چون غیر متناهیه، مظهر اون رحمت حضرت ختم مرتبته. یعنی تمام اون رحمت تجلی کرده در رحمت حضرت ختم مرتبه. پس رحمتون للعالمینه، اینجا جای امیدواریه. هیچ نمیتونه امید ما رو لکه‌دار کنه و سست کنه. ما به یه چنین رحمتی واثقیم، به یه چنین رحمتی امیدواریم و این امید خیلی نیرومنده. ما از چی بترسیم؟ یه جایی در شعر دیگه را حافظ، اگه یادم بیاد حافظم کمک مدد کنه، میگه که گفت با این همه از سابقه نومید مشو. بعضی فکر کرد این سابقه نومیدم مکن از سابقه صبح ازل، گفت تو چدانی که پس پرده که خوب است و که زشت. نه، وقتی یه مصرعی داره که میگه گفت با این همه از سابقه نومید مشو. گفت با این همه از سابقه نومید مشو. بعضی های سابقه رو به گونه های مختلف معنی کردن. سابقه چیه؟ کاملا ارتباط داره با این غزل.
چون مناسبت پیش اومد اون مصرع دوم این بیت رو من با این غزل معنی میکنم. گفت از سابقه نومید مشهو، حافظ اشاره داره به این پیوندی که با مکتب، به این حدیث که سبقت رحمته و غضبه. احسان، خداوند هم رحمت داره هم غضب، ولی سبقت با کدومه؟ با رحمت. این یعنی چه رحمت قبل از غضبه؟ یه معنی ظاهری داره که خب رحمت قبل از غضبه، یه معنی دقیق داره، غلبه داره. غضب، غضب وقتی که بعد از رحمت میاد یعنی آرزیه، یعنی آرزه، یعنی اصل رحمت غضب آرزه. توجه کن چه دارم عرض میکنم. وقتی که رحمت قبل از غضب باشه یعنی غضب یه گردی است، مثل یه غباری است که میاد، رحمت زود رد میشه، غضب میگذره ولی رحمت رد نمیشه. توجه فرمودی؟ سابقه رحمت بر غضب یعنی اگه غضب هم بیاد زود تمام میشه، واقع هم همیشگی نیست غضب، اما رحمت همیشگی است. وقت میگه گفت با این همه از سابقه نومید مشو، میخواد بگه چون رحمت قبل از غضبه و اصل و نمونه ها شما گفتیم جای ناامیدی نیست، بنابراین هیچ ما رو نمیتونه ناامید کنه و ما همچنان امیدوار به رحمت حق تعالی و مظهر رحمت حق تعالی که حضرت ختم مرتبه باقی خواهیم ماند. پس این مکتب، مکتب ناامیدی نیست. اصلا، اصلا جای ناامیدی نیست. بسیار. انتظار فرج هم نوع امید، انتظار همینه، انتظار ایجاد امید. بله، انتظار همین زیباست. بله. این ترسیم این هندسه خیلی زیباست. بله. سوی ائمه. بله. چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را، غبار خاطری از ره گذار ما. بله بله بله. این چی میگه حافظ؟ ببین این بیت هم باز یه فضای جدیده، اما به یه معنی خلاصه و اساره مطالبی است که تا حالا گفت. میگه تو که از اون رحمت برخورداری، تو که به اون سکه تمام عیار واثقی و دل بسته ای، تو که اون کمالات میدونی و پیرو این طریقتی و پیرو این راه هستی، چنون زندگی کن، بزی یعنی زندگی کن، چنون با مردم رفتار کن، تو هم با رحمت رفتار کن، تو هم با محبت رفتار کن، تو هم با خوشرویی، خشونت نداشته باش با مردم، بد با مردم رفتار نکن، بد اخلاقی نکن، چنون بزی. ببین چقدر زیباست این نصیحت، ببین نصیحت غیر مستقیمه در این، چنون زندگی کن با مردم که وقتی که مردی چطور بشه؟ چون وقتی که مردی خاک میشه، حالا هم خاکت بالا میاد، گاهی هم خاک قبر، گاهی هم خودت هم به صورت خاک بالا میای رو زمین، باد میاد و خاک ما رو میبره، ما وقتی خاک بشیم و از زیر قبر گاهی هم ممکنه بیرون بیایم و خاک خاک میشیم، باد که میوزه خاک ما رو میبره، خاک باد وقتی خاک رو میبره پراکنده میکنه این طرف اون طرف. میگه تو اون چنون زندگی کن با مردم که اون موقع که باد به خاک تو میوزه و خاک تو رو پراکنده میکنه، غبار خاک تو فضای دیگران تیره نکن. الله اکبر. تو اگر اونجا زندگی کردی تازه پیام رحمت بیاره، رحمت خاطری، نه تنها خودت رحمت باش بین مردم، با رحمت با مردم، با مدارا، با معانست، با محبت با مردم رفتار کن، حتی وقتی که خاک میشی و خاک تو رو باد میبره، غبار خاک پیکر تو به دیار دیگری آزار نرساند. آزار نرساند که هیچی وارد نشه، اصلا تیره نکنه، تیره نکنه فضای دیگران رو. خیلی عجیبه. ببین ببین آخه این حرف چقدر بلنده. این مبالغه شاعرانه نی، این هم مبالغه است هم حقیقته، یعنی مبالغه است که حقیقته. میتونه انسان اینطور باشه، چنون بزید به مردم که بگید چیز خوبی ها چیزی نمیمونه. نه، میگه وقتی خوبی داشتی با مردم، غبار خاکت هم به مردم تیره نمیکنه فضای زندگی مردم رو، غبار خاکت هم فضای زندگی مردم رو تیره نمیکنه. وقت در زمان حیاتت اگر چنون چه بتونی تیره نکنی زندگی مردم رو، زندگی مردم رو تیره نکن با کج رفتاری، با ریاکاری، با دروغ، با تظاهر، با نفاق، نکن این کارا رو. احسن. یعنی دقیقاً برمیگرده به اون بیت اولش. من دقیقاً در واقع نتیجه همه این ابیاته، خوبی ها و اینا رو این نتیجه میگیره اینجا. احسن. بله. حالا یه تعبیری هم یکی از این مفسرین داره که به حسن و خلق و وفا و همه خوبی های پیامبر تجدید میثاق کن. تا
طریقی بی ساختمون بله یعنی همین دیگه یعنی خوب باش امانتت وفا کن یعنی حالا که گفتیم تو مظهر این خوبی ها باش آره قول سعدی برخیز تا به عهد امانت وفا کنی تقصیرهای رفته به خدمت ادا کنی بله بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او به سمع پادشاه کامکار ما نرسد بله حالا این پادشاه کامکار رو دیگه میگه حافظ بالاخره در یه عصر زندگی میکرده که ناچارم بلگاه چیزایی بگه ولی ما این شاه رو به شاه زمان خودش تعبیر نمیکنیم مخاطبش همین پادشاه بله پادشاه واقعی است بله در این حال حافظ همه این رو که گفت سوختن خودشم میگه در هجران و آرزومنده که به این کمال برسه به کمال معشوق میگه بسوخ حافظ یعنی در این فراق این کار آسانی نیست رسیدن به این مقام خیلی سخته سوختن میخواد سوختن میخواد و انشاءالله امیدواریم که این شاه و پادشاه از نگاه حافظ مثل همین به ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی بله دل بی تو به جان آمد وقت است که بازایی این مرادش این پادشاه همین ببین حافظ به گونه‌ای صحبت میکنه که ببین زمان حافظ یکی از بدترین زمانهای تاریخی بوده زمان حافظ زمان خوبی نبوده بسیار بله سخت بوده بله. پادشاهان ریاکار اشخاص ریاکار محتسب بیداد میکرد متوقع از شعرا وقتی عارف وارسته مثل حافظ که اصلا دل به هیچی نمیداد خب چطور چی کار باید بکنه ولی حافظ همیشه مواظب یه جوری از شاه صحبت کنه که با اون شاه تطبیق نکنه جای تعویل برای خودش بله جای تعویل برای خودش باقی میذاره خب اون ویژگی هایی که بیان کرد در کدوم پادشاه بله این هوشمندی حافظه حسن و بد خب استاد سوالی که از مجموع این غزل میخوایم نتیجه که میخوایم از این غزل بگیریم این بود که پیامبر ما پیامبر رحمت خلق عظیم شاهد بشیر نظیر داعیان الی الله سراج منیر خیلی ویژگی هایی فراوان از پیامبر عزیز ما نقش شده است خب مخاطبان میگویند پس چرا این چراغ در جامعه من در قلب من در اخلاق من در رفتار اجتماعی من روشن نیست این بشارت و نظارت کجاست راه بهره‌مندی از این مواهب چیه به نظر میرسه که اینجا یه حلقه مفقوده بین ما و تعالیم اهل بیت وجود داره استاد پیامبر عزیز ما و طوری که الان هم حضرت عالی فرمودی در این دو جلسه هم خاتمه هم خاتمه هم نقد بازار کائنات الالعبد خب بنابراین چرا ما از فیوزاتش بهره نمیبریم در حالی که ما میبینیم در فرهنگهای دیگه در مکاتب دیگه وقتی مطالعه اجمالی هم میکنه از زندگی پیامبر عزیز ما شیفته او میشود در اشعار بسیار از این شاعرای غربی هم ما میبینیم که به حسن خلق پیامبر ما قبطه میخورن و او رو به عنوان الگو مطرح میکنن این فقر و نداری معنوی و اخلاقی در جامعه ما ریشه در چی داره عرض میکنم به حضور شما که سوالی است که بله خیلی پرسش میشه از عزیزان بله به صرف گفتار تمام نشه سوال عامی است که البته نه تنها زمان ما شاید زمان ما یه قدر بیشتر ولی همیشه زمان ها بوده حتی در عصر خود حضرت ختم مرتبت بوده بله مثل ابو جهل ابو لهب اینا که بودن دیگه اما اینا از این چراغ فروزان و از این نور شعشعانی نتونستن استفاده کنن این چشماشون کور بود چشم باطنشون کور بود این خفاش که نمیتونه از روز از نور خورشید استفاده روز میره در یک کنجی در یک تاریک خانه پنهان میشه شب وارد بازار میشه وقتی چشم باطن انسان نابینا باشه تلالا نور رو نمیبینه و این همیشه بوده ها و همیشه هم شاید خواهد بود همه انسان ها برای اینکه انسان خب دارای شهوات غضب خیلی چیزای حیوانی هم انسان هست که بارها اینجا عرض کردیم انسان خالص که نیست متاسفانه البته گاهی در بعضی از دوره ها و تاریخ ها اون جنبه های نفسانی انسان غلبه پیدا میکنه و هر اندازه نفسانیات انسان غلبه پیدا کنه اون چشم باطنش چشم معنویتش کم نورتر میشه و نمیتونه نور حقیقت رو ببینه این همیشه بوده اما این هیچ وقت موجب ناامیدی نیست در هر حال در هر عصر هم در همین عصرم کسانی هستند که از نور معنویت برخوردارن
در همه اثار بوده و خواهد بود، همیشه خواهد بود، نور حق هست. این مسئله این که گناهکاران، معصیتکاران، این مسئله که سعادت شقاوت در انسان هست، یه مسئله مهمه. همیشه هم سعادت ببین، خداوند به همون اندازه که هادی سخن مزلم هست، بر صورت شیطان هم اینجا کاری داره. شیطان هم در این بازار و کائنات در عالم هستی نقشی داره. شیطان هم که بیکار نیست که، آخه بیکار شیطان هیچ لحظه هم خواب نداره، همیشه مشغول فعالیته. بازار شیطان هم که داغ، همیشه داغ بوده و هست و خواهد بود. اینه که خب خود انسان اصلا معنی تکلیف همینه. ببین اگر بنا بود که همه راحت سعادتمند بشن و همه مستنیر به نور باشن و راه هدایت برن، که وقت تکلیف یعنی چه؟ انسان به ذات مکلف. یکی از خواص انسان تکلیفه. بگو چرا، از من پرس چرا انسان به ذات مکلف؟ برای اینکه انسان عاقله، عقل ملازمه با مسئولیت. اونجا که عقل هست مسئولیت هست. بازم بگو چرا، بگو چرا اونجا که عقل هست مسئولیت. چون حق هست. برای اینکه عقل میپرسد چرا، عقل چرا داره، چرا این کارو بکنم، چرا باید بکنم، چرا نباید بکنم. توجه فرمون، عقل با چرا زبانش باز میشه. و چرا فیلسوف بیان هر انسانی، حالا منتاش فلاسفه بیشتر اینو مطرح کردن، اینه ایزار ببینین اتفاقی زبان انسانه، منتاش گاهی فلاسفه خوب زبان خوب بیان میکنن. اگر انسان عاقله مکلفه. چرا؟ چون عقل چرا داره، عقل میپرسد. اگر انسان عاقله مسئوله. ببین مسئولیت و تکلیف از یک پستان شیر میخورن. ببینم انسان مسئول هست یا نه؟ بله. چرا مسئوله؟ چون پرسش میکنه، چون عاقله، چون عقل داره پرسش کرده. و چرا عاقل مسئوله؟ چون عقل پرسش داره. پرسش یعنی سوال. وقتی سوال کردی مسئولی. اصلا مسئول یعنی اونجا که سوال هست. چرا مسئولی؟ چون سوال میشه از تو. کی سوال میکنه؟ عقل سوال میکنه. ببینی حیوان مسئول نیست، درخت مسئول نیست، جماد مسئول نیست، نبات مسئول نیست، مسئول نیست، هست، همینه که هست، هست، همینه که هست. انسان مسئول است، مسئول است. چرا؟ چون عاقله. حالا چرا عقل مسئوله؟ چون عقل سوال میکنه. تا سوال کرد مسئوله، از خودش سوال میکنه، نه از دیگری. خود عقل از خودش سوال میکنه که تو چرا این کارو میکنی. اگر مسئول مکلفه، تو سوال میکنه یعنی چرا داره، چرا یعنی چرا، یعنی وجه داره، این عمل این وجه داره، اون عمل اون وجه داره. اینو بعضی از متکلمین ما یه جمله‌ای دارن در صدر اول، خیلی جمله عجیبیه، کمتر این جمله باز شده، خیلی کمتر باز شده. اون جمله اینه که تمیز وجه، تمیز الوجه، یعنی همیشه انسان باید از وجه فعلش، وجه فعلش رو تمیز بده، تمیز الوجه. اصلا این خوب و بد از اینجا نازل میشه، از اینجا پیدا میشه. وقتی انسان یه عملی انجام میده باید وجه عملشو بدونه، اینا میگن تمیز الوجه، که وجه این عمل من چیه، این عمل چرا انجام میدم. باید بپرس از خودش این عمل برای چی، چیه، چرا داره. این مسئله خیلی مسئله عمیقیه، مسئله سعادت و شقاوت که شما مطرح کرد، چرا بعضیا کورباتنن، چرا بعضیا میرسن بعضیا نمیرسن. این برمیگرده به سعادت و شقاوت، برمیگرده به تکلیف، برمیگرده به مسئولیت. و هیچ انسانی در عالم بدون مسئولیت نیست، هیچ انسانی بدون مسئولیت نیست در این عالم. جماد، نبات، حیوان مسئول نیستن. شما یه موجود مسئول در این عالم پیدا کن، حالا ملائکه مسئولن یا نه بحث دیگه است، اما در این عالم ماده، در عالم شهادت، در عالم ملک، چه موجود مسئوله؟ انسان، فقط انسان. حالا چرا مسئوله؟ عرض کردم چون عقله. باز دوباره میریم تکیه رو عقل میکنیم. عقل گوهر گرانبهایی است. اونجا که عقل است مسئولیت است، و مسئولیت توأم با تکلیف است. این تکلیف عقلانیه، شرع هم میاد اونو تأکید میکنه. تبلور عقل در رسالت، به همین میگم رسالت، همینطور رسالت تأکید عقله. رسالت آمده عقل و تبلور بده. ما خلق الله، یه جمله‌ای باز چند تا جمله در بین متکلمان ما بوده که نمیدونم چرا اینو باز نشده. من تو کتاب ماجرای فکر فلسفی کم و بیش این مسئله صحبت کردم. به نظر من جا داره که چندین کتاب در باره همین جمله که حالا میخوام به شما بگم نوشته بشه. این جمله رو اولین بار سید مرتضی در آثارش به کار برده، رحمت الله علیه. میگه که احکام شرعیه، احکام عقلیه، احکام شرعی، احکام شرع الطاف فی الواجبات العقلیه.
نفهمیدن خیلی اشخاصی یعنی چی. الاحکام الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه. یعنی چی؟ یعنی عقل مسئولیت رو میفهمیده، احکام شرع لطف است در این بیان این مسئولیت، یعنی لطفی است برای عقل، یعنی عقل خودش مسئول میدونه خودش، هر کجا که عقل هست مسئولیت هست. اما احکام شرع پس چیه؟ الطاف فی الواجبات العقلیه، تلطیف میکنه. و چقدر کمک کردن انبیا، الطاف من واجباتش، فل واجبات، یعنی در من بگیری میشه، نه در خود اینا لطف، اصلا لطف عقله، یعنی در عقل لطفه، تلطیف میکنه عقل رو، روشن میکنه، کمک میکنه به عقل. ولی عقل بدون مسئولیت نمیشه، اونجا که عقل هست مسئولیت هست. ما حکم بالحق اینم از همونجا ناشی میشه، تلازم از اینجا، تلازم از اینجا شروع میشه که اول این جمله خیلی قویه که الاحکام الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه. این تو حرف متکلمین گذشته ما هست، متکلم بعدی نمیدونم چرا با سکوت از این گذشتن. چه زیبا فرمود پیامبر عقل، العقل رسول الحق، شریعت عقل هستن. بعضی از ما شریعت عقل سخن گفتن پیامبر ما، چقدر و شریعت نبوت تلطیف شریعت عقله. بله بسیار خوب، خیلی زیبا بود. پس همه اینی که ما از جهل بیم بیرون، بله، همه این بدبختی ها منشأ جهله و نادانی. عقل رو بشناسیم، از او در توان پرسشگری در عقلمون به وجود بیاره. بسیار پاسخ مهم و در این حال سنگین است. خیلی عقل و پرسش نمیکنه، تقلیدی هم بیشتر. بله متاسفانه. بسیار خوب استاد، هست به جای زیبایی رسید و توانستیم در دو جلسه یه غزل حافظم بخوانیم و به این روزی ما بوده. انشالله همچنان در محضر حافظ در جلسات آتی خواهیم بود. من ذره و خورشید جهانی تو مرا، بیمار تو ام طبیب جانی تو مرا، بی بال و پرم نمودی از غم اما، پرواز کنم که آسمانی تو مرا. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.